سلام من میگی بچه هست من آریوه و خوش اومدید به چنل رادیو اکتیو زون. این دفعه درست گفتم امینه. به هر حال آقا خوش اومدید به چنل رادیو اکتیو زون. اومدیم سراغ پارت 2 اون ویدیو دیسترک ها بودن که خیلی هاشون اشتباه گفتم تایم بندی ها و زمان بندی هاشون که کاری بهشون نداریم و الان اومدیم درستشون کنیم. البته دوباره تکرارشون نمی کنم. فقط یه چند تایی جا انداختم که خیلی هاتون تو کامنت گفتید مثل طول سگ و اینا و اونایی که مال سال 99 بودن و اینا رو دوباره میگیم و وارد سال 1400 پارت دوش و شاید براتون جالب باشه چرا من سر چرا شاید ویدیویی که من با کارن درست کردم تو الان آپلود شده باشه و اگرم تو الان آپلود نشده باشه دلیلش اینه که صندلیم خورد شد. از این صندلی هم خوشم نمیاد، ارتفاعش دوست ندارم، باحال نیست، راحت نیست. در نتیجه به نظرم سرپا بهتره، با اینکه یکم سخته اینطوری ریکورد کردم، میدونید یکم خودتون میگیرید چی میگم، ولی آره. خلاصه اومدیم سراغ وحشی‌ترین دیس‌های سال 1400 و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم بچه‌ها لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله رو فراموش نکنید و اسپانسر برنامه اکانتی شاپ هم فراموش نکنید. لینک اون حالا کد آفش داخل دیسکریپشنه و الانم میاد رو صفحه. آره به هر حال بچه ها هشتگ راز اسکواد هم فراموش نکنید. اگه چنل رو ساب کردید لطفا یه کامنت انگلیش یا فینگلیش بذارید که حداقل درصد اینکه ساب بپره بیاد پایین تر. و بازم میگم اگه ویدیو منو کارانو ندیدید یا هنوز آپلود نشده این میکروفونه و قبلا جارو بوده. برو بریم سراغ دیسا. دیس اول شروع میکنیم. چهره تس به مینستریما. کلا نمیدونم چرا آندرگراوندا با مینستریما اینقدر مشکل دارن. آره. هنر معنوی موسیقی که صنعت نیست. دیگه چه برسه به دلالی و شرط بندی. کوره چشم شعر تولیدت واسه پول ما. بله بله بله. این از تس چهره. این میگفتم ساد میگفت هنر معنوی موسیقی و اینجور چیزا رو از کجاش آورده بود؟ کار تس بود. البته خودشم میگفت به قول تس. ولی میریم سراغ دیس استراک بعدی. به چه کسی؟ به رضا پیشو. پسر واقعا حال میکنم یه همچین چیزی تو دستم. اصلا همیشه دلم میخواد سرپا ریکورد کنم فقط نه توی همچین شرایطی. ولی آره میرم سراغ ترس از سجادی دیس به پیشو. برو بریم. آره ای اما ما که دیدیم دیگه وقتی شر میشد میگشتید اونبال گوشید. الو الو نبودی وقت دورم پره آدم همش در. ببین نمیخوام مثلا بگم نظر شخصیمه یا مثلا من فن پیشروم به مثلا چیز خاصی یا مشکل خاصی با سجادی دارم، نه اتفاقا به نظرم یکی از تالنت‌های فوق‌العاده‌ای که تو نسل 4 میشه پیدا کرد که اگه اشتباه نکنم آخرای نسل 3 بود افتاده تو 4 شادم افتاده تو 4 یادم نمیاد. ولی در کل سر دیس به پیشرو نده به نظرم. البته با حال خونده آهنگو ولی کاش نمیداد. به هر حال میریم سراغ آهنگ بعدی. اینو خیلیاتون تو کامنت گفته بودید طول سگ پوتک به میلاد حاتمی. آره واقعا هم برازنده شد. بازو توربو نگیر واسم لاستیک پاره اسممو شنید و باز رید. آره پوز ویو های فیکتو نده سایت پرنم زیاد بازدید داره چون و البته بچه ها فراموش نکنید آلبوم مهراد هیدن که فوق‌العاده بود آلبومش، واقعا آلبوم عالی بود. اما چیزی که مهمه دیسی بود که داد به هیچکس داخل آهنگ کیه فیت سامان ویلسون فیت MJ. برو بریم. بگو چف کنه این لباشو خفه خون بگی خواهش انگوش خراشو یکی یبق بکشه این ریش دراشو اون بر که نه. خب حالا الان در این لحظه در این نقطه داریم میریم که دیگه وارد سال جدید چیم ولی هنوز 99 رو رد نکردیم. از شایه شروع میکنیم. آلبوم داد مردم گفتن عصبانی، اصلا اسم آلبوم عصبانی باشه خیلی چیز خفنیه. اما متاسفانه آهنگ عصبانی توش اوکی باحال مثلا تاپ ترکش بود. یه موقعهای دو که به نظرم نسبت به یه موقعهای یک اصلا سر نبود، یه موقعهای اولیه رو بیشتر ترجیح میدادم. و اینکه به نظرم خیلی باحال نیست سه تا دیس توی یه آلبوم باشن، ولی خب اتفاقی بود که افتاده. بریم گوش کنیم. بیای تو نمیخواد یادمون بدی آق معلم، من همینجا که وایس دادم جای خودمه، بنویس پاره کنمش به خوابی چاره کنمه. تو از جفت چرخ درچی پرتر افتاده تر سور ترسوندنه، تو تو مشتای منه من دنبال خودم تو دنبال هم آقا داشت با هر کی دو خواب قندین شما مردین شما قمار دنیا شد اصد چیف برا اون ناموس فروش رو باس میکردیش کما من می و همچنان بچه ها اینو یادم رفت بهتون بگم قبل از اون و اصد تابستون آهنگ دوست و دشمن از زخمی و کنیس و لیتو اومد که نمیدونم اون چجور دیسترکی بود ولی دیسترک بود. اینجا همه کاسه بم وسط تو جمع کو این شهر همه رفیقای من برای یه جای دیگه وسط تو پنکو. ببین بیشتر بین لیتو و جی جی بود من زخمی اشکال نداره. به هر حال بچه ها لب مرز سال جدیدیم و یکی از آلبوم هایی که اومد آلبوم پرواز بود از پیشرو و
و چیزی که هست اینه که آهنگ فینیشیمو داد دیس به تتلو بود و آره دیگه زدن همو جر دادن بریم اونو گوش کنیم و بیاین کی نیست به بگه گوشه سیبیلتو بچین تریپشو ببین قبل لایو گیریمتو بگیر زیر پام خفه شدی دست و پا نزن تو دنبال قلمی ولی منو سر آقا بحث پیشرو آلبوم پرواز شد. داخل آلبوم تو یکی از تراکاش که من کاملا یادم نمیاد کدوم یکی از تراکاشه به حامد اسلش تیکه انداخت و خب حامد اسلش هم یه دیسبک داد و یعنی دیس داد رسما دیسبک نداد به اسم رخ عقاب یارو از اوناست که بسلشونو خارون باید محکم گوشتش تابون باید سوارش شده تاجون تاجون داره باید گازون یارو اگه بره بالا پولش از پارو اگه خودمونیم ترک باحالی بود فلوش رو دوست داشتم ولی خب بیخیال میریم سراغ آهنگ بعدی اسنایپر از سیناب فیت اوج که به ویلسون و این داستانایی بود که مسخره کرده بودن و اینجور چیزا و برو بریم گوشش کنیم بچه امیدوارم که این حرکت اذیتتون نکنه چون واقعا لذت بخشه برو بریم عاشق شما خوب اصلا شما دور ریخت بالاتون کجا بوده کلاتون دوران طلایی ببرش داد که رپ فاست به هر دلیلی شاید کاملا من روانیم و اشتباه میکنم اما آهنگش من خیلی یاد ترک اپیکور انداخت. در حال میریم سراغ آلبوم بعدی. دیگه سال جدید شروع شده و اومدیم تو آلبوم و فکر کنم قبلی هم سال جدید شروع شده بود ولی چرا من بیرون کادرم ولی اومدیم سراغ زاخار اصلی از ام جی ترک حقیقت به هیچ کس حقیقت توی میکنن چوب لا چرخش یا بعضی وقتا میکنن با دروغا چربش ولی بزا بشه خیلی کود خودمونیم. من خودم خیلی حقیقت رو نبودم پس مووان میکنیم سری میریم سراغ یکی از ترک هایی که بیشترین ویو توی رپ فارس داره شاید اصلا بیشترین ویو داره نمیدونم پوتک ورسس کچی بیتز در بتل دوم کچی بیتز به اسم بوشیدو. Let's go. هبده نزن تو زرزا فیزو نزن چاقی نمیشه کرماشه چرا فرکانسیش کی نی بده باد فیت میگم بگاده دوباره فیمس جی تل نازی داری اسسان تی بده چنگ دامه داره بیا کونی در نرو کبوچیه نگاه کونی بخیه رو این تجربه میشه که بفهمی هیچ وقت نه با یه خیابونی در نیا از حق نگذریم تو هم نقطه دیدید خیلی محتوای جالبی بود که بوتک خیلی جالب استفاده میکنه از آره داخل ویدیوهاش اما به نظر من عکس به نظرم جفتشون خوب بودن بعضیا میگن کچی بیتس بهتر بود بعضیا میگن پوتک بعضیا مثلا میگن تیکو این بهتر تیکو اون بهتر بود ولی برای اولین بار تو زندگیم به نظرم پوتک واقعا خیلی راحت تر میشد بفهمی که چی میگه و اینکه اکت پوتک 100% از کچی بیتس بهتر بود اما در حال وقتتون رو نمیگیریم این لابلا میریم سراغ آهنگ فیمز هوی جساد جانی هم ندیدم من مثل تو کسی تو رپری آرکیتکت تو ببین میگه اسمم رو باز دیدات هست تو خای نداری حتی اسم تو بگیرم میریم سراغ آهنگ بعدی دیگه خسته شدم از اینجا بمون میریم سراغ آهنگ بعدی راکستار به ویلسون و زیدن از ارفان پایدار میری ایران میای پوزشو میری جنده یه دولت میری میای کستشو میری بازم بالا پایین پریود قرصشو میری خب راستشو بگم ببین ما همه همون میدونیم که ارفان بیا این مرتبه میخوام ارفان آدمیه که فوش میده ولی یکم راکستار به نظرم دیگه زیادی بود اما میریم سراغ آهنگ عروس حتی اسمم رو اسم آهنگت راکستار زوج خنده ای به خدا میگم میگن تایوانی منی یکس تو تا دیدم در رابطه با آهنگ عروسم که از سامان ویلسون و هیدن بود 100% به پایدار ارفان پایدار و یکمی اعضای پایدار هم کاری نداریم ببین دیس با حالی بود ولی من بیشتر به عنوان ترک دوستش داشتم تا به عنوان دیس بریم سراغ آهنگ بعدی میگیرم رود که ادامه همون بحث بود و اینجور چیزا که جیدال و ارفان زد و و در اصل یعنی هیدن و ویلسون رو دیس کردن مرا دخته ای ببین اسطوره ها میرم شهر غازی شما اسطوره این ولی تو شهر غازی و عرضم به حضورتون که یکم نیاز داشتم بشینم اما چیزی که هست میگیرم رود خب شد سومیش و میریم سراغ ترک بعدی از سوئل به اسم فخری و فرخ به نمیدونم کی باید چک کنم به هیچ کس وقتی سول فروتنه تو به چیز مینازی اون وقت آخا گل به سر پر پلش پر پرت یا به رفیقای جورو پرت یا به اون بابا یک کور خرد میذاره به دیدون به تل مراقب به پل پشت سرت بون به تن سیخ Ladies and gentlemen بالاخره رسیدیم به یعنی هنو نرسیدیم بذار اینو بگم صبونه به ساشا صبحانی جاوا قبلن ها اکیپ ما گوش میباریده
ما چاقل پپا این ورا جنگه لات بازی پشت خط آره قشنگ. و حالا ladies and gentlemen بالاخره رسیدیم به ترک دوجا از حسین که در اصل دیس به هیچ کس بود، ولی خب داخلش بیبار کلا ملتفت رو دیس کرده بود. البته که خود حسینم تیکه به ملتفت انداخته بود و همچنان تتلو رو یه کم یه جایی توش کوبیده بود و آرتیست دیگر رو یادم نمیاد. مره برسه به گوشه اون بالا، ما میکنیم تقصیه هشی کم شغالا، آفتاب و رنگ زدیم اون ریه با زغالا، ظلمات محسسا گسخار کابالا. و بعد اینجا بود که میگفتن که فقط فدایی که ملتفت داره، فقط ملتفته که فدایی داره، و اینجا فدایی ظهور کرد، بلیتو داد، پانچ پشت پانچ پشت پانچ. میگه مرگموش بده بتونی که ازش بگیری کوکو شغال میکوهم زمین مثل جداکارا، برو بابا کیرم تو تو نایاک جای تیرت معلوم بشه خم بشه جلو. و اما اینجا هم دوباره حسین ظهور کرد، کیو 69 داد، هم یکم ملتفتو کوبید هم یکم هیچ کسو کوبید. اما دیس اصلی به کی بود؟ فدایی بود که خیلی عصبی هم حسین اومد تو کار، ولی خب سوتی که داد این بود که مثلا به فدایی گفت چسناله کن و مثلا فلان اینا، در صورتی که خودش هم ترک های چسناله داره. و آره این شد که بریم اولین رو گوش کنیم. جسنال خونه لاش لات شده حالا برام تو رپ فاکس، خفه بابا زر نزن اینجا تراس بر و روت میشه خط دار تره آزونی مثل کیسه بوکسی، بعد 20 روز اومدی روی بیت دوستی، من خوبه تو میخوام چرا میاد دفرت به چشم به صادق بیا بگو دیگه گریش گرفته. و این شد که ترک فاتحه از ادایی با کاور مسیح علی نژاد اومد و که دوباره کیسه بوکس و پانچ پشت پانچ و دیس و دیسپازی ها به پایان رسید. و چیزی که مهمه اینه که بچه امیدوارم با این ویدیو لذت برده باشید، لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله رو فراموش نکنید. امیدوارم بازم با این ویدیو حال کرده باشید، اینو فراموش کردم بگم. بچه‌ها اگه با خود من و ویدیوهای گیمینگ ریاکشن و اینجور چیزا و چالش حال میکنه، چنل خود منم لینکش داخل چنل من داخل کامنت سکشن پین شده، اونجا میتونید چنلمو ساب کنید. میبینمتون، خدافظ.